که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالی و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه فدا. ولعنت الله على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم لا سيما جبت والطاغوت وابن تيهما. ابتدای جلسه رو شروع کنیم با دعای سلامتی امام زمان سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. خب امروز عصر 11 محرم است و امروز یک روز از قتل سید الشهدا گذشت و کاروان اصل همچین روزی حرکت میکنن به سمت کوفه. اما مع الاسف ابدان جنازه های خودشون رو دفن کردن بنی امیه و ابدان مطهر شهدای کربلا بدون غسل و کفنی در روی زمین رها کردن، بلکه سرهای آنها رو جدا کردن و به نیزه گذاشتن. آجرک الله یا بقیت الله. آقا جان انشاءالله تشریف بیارن و انتقام بگیرن. سید الشهدا فرمودن در اون لحظات آخر به پسرشون، یا ولدی علی لا یسکن دمی
ای پسرم والله لا یسکن دمی، خون من حسین از جوشش باز نمی ایستد حتی یبعث الله مهدی. پسرم مهدی، خون من حسین از جوشش باز نمی ایستد تا زمانی که خدا مهدی این امت رو، منتقم ما رو برانگیزد و قیام کند. پس اگر میخواییم که این ناله و حزنی که تمام عالم رو گرفت بعد از عاشورا، که در حدیث شریف دارد امام صادق فرمود ما زلنا بعد الحسین فی الابره، ما اهل بیت بعد از سید الشهدا و عاشورا، یعنی از همچین روزی به بعد، ما اهل بیت ما زلنا پیوسته و همیشه در اشک بر ابا عبدالله الحسین هستیم. تا کی؟ تا وقتی که امام زمان ظهور کنه. پس خیلی مسئله مهم شد اون همه گریه و زاری که شنیدیم از اهل بیت، و در روایات داره که فاطمه زهرا وقتی به یاد کربلا میفتن شروع میکنن به گریه کردن، آنقدر گریه میکنن که ملائکه الله به گریه میافتن، انبیا به گریه میافتن، اوصیا به گریه میافتن، تا جایی که دارد در بعضی از تعابیر ملائکه الله کار دست از کار میکشن که رسول خدا میان بالا سر بی بی و او رو دلداری میدن و تسلیت و تعزیت میگن و آرومشون میکنن. اگر میخوای که ناله فاطمه زهرا، اگر میخواید که زجه و گریه فاطمه زهرا از اون شدت و حدت کم بشه، باید دعا کنیم برای ظهور فرزندشون مهدی، چون تا وقتی خون حسین آرام نگیره زجه و ناله مادرش زهرا هم آرام نمیگیره. لذا وظیفه ما، مخصوصا اونهایی که حسینی هستن، جان بر کف سید الشهدا هستن، اینو بدونن که هر چقدر جلسه میرن همون قدر هم باید برای ظهور منتقم سید الشهدا دعا کنن. مگر میشه کسی بگه من حسینی هستم اما منتظر منتقم خون حسین نباشم؟ اگر برادر خودمون، پدر خودمون به دست کسی کشته بشه، ما آرام میشینیم فقط گریه کنیم؟ یا اینکه نه، هم گریه میکنیم هم میرویم شکایت میکنیم و دنبالش میگردیم تا پیداش کنیم و تا قصاص نگیریم آروم نمی نشینیم؟ خیلی واضحه. اما عجیب اینه که خون سید الشهدا هزار سال ریخته شده بر روی زمین، به ناحق ریخته شده، و هیچ کدوم از ماها دنبال منتقم و قصاص این خون به ناحق ریخته شده نیستیم. اون هم خون چه کسی؟ عزیز رسول خدا، میوه قلب فاطمه زهرا، نور چشم امیر المؤمنین، سید الشهدا. خب آقا، مگر ما میتوانیم کاری کنیم برای ظهور؟ آیا ما میتوانیم مؤثر باشیم؟ بله آقا، همه شما میتونید مؤثر باشید در تعجیل فرج. چرا اینقدر شیعه غفلت داره؟ در خیلی از اذهان مردم، مخصوصا هیئتی ها، عجیبه، اینگونه ثبت شده است که ظهور امام زمان یک زمان معینی داره که هر موقع خدا بخواد او میرسه،
بله این حرف درسته. خداوند در لوح تقدیر خودش یک زمانی رو معین کرده برای ظهور، اما همه ی حرف اینه، اون چی که باید توجه بشه و دقت بشه اینه، اینو خوب باید توجه کنیم و خوب باید بهش عمل کنیم، اینه که ما قائل به بدا هستیم. یعنی میگیم میشه در تقدیر خدا تغییر ایجاد بشه، یعنی میشه زمان ظهور رو به تعجیل انداخ، یعنی میتونیم از خدا درخواست کنیم ای خدا زمان ظهور مهدی زهرا رو، منتقم سید الشهدا رو، آرام بخش و آرام کننده خون حسین رو، خدا زمانش رو زودتر بنداز، زمان ظهورش رو تعجیل بفرما. خب چطور؟ بریم بررسی کنیم که چطور میشود بدا حاصل بشود و اون زمان ظهور که معین شده به تعجیل و مقدم بشه. اون چه که از تو روایات برمیاد، مهمترین چیزی که بدا را ایجاد میکنه، تقدیر خدا را عوض میکنه، دعاست با آدابش، دعا با اکثارش، با الهاهش، دعا با انقطاع، دعا با تسلیم بودن از حکم خدا. آداب دعا مهمتر از خود دعاست. واقعا چند نفر از ما به درگاه خدا دعای حقیقی کردیم برای ظهور منتقم؟ چند نفر؟ اون چند نفر چند بار دعا با آدابش؟ اولین شرط دعا حضور قلبه. متاسفانه الان تو هیئت‌های ما، تو مجالس مذهبی ما، تو مساجد ما، اگر به یاد امام زمان هم باشن، اون هم آخر جلسه که میخوان همه پاشن برن، یعنی وعجل الله تعالی فرجه، در حد اینکه خون پاشن یه دعایی بگیرن، یا در بین دعاهاشون یادشون باشه جز آخرین دعاهاشون که آقا قلب امام زمان رو از ما راضی بگردان، یعنی باز برای ظهور دعا نمی کنن. خیلی از مجالس که ما میبینیم اگرم به یاد امام زمان باشن دعا میکنن که آقا از اونها راضی باشه. اونهایی هم که دعا میکنن یه بار دعا میکنن، یعنی خدایا فرج امام زمان رو برسان. حالا چند نفر با حضور قلب این دعا رو انجام میدن معلوم نیست. دعا خیلی مهمه، دعا خیلی مؤثره. از دعا یرد دل قضا در چندین روایت داره، در اصول کافی، در کتب معتبر شیعه که اهل بیت فرمودن دعا یرد القضا، خیلی حدیث مفید و مختصر، سه کلمه الدعا چی آقا؟ یرد القضا، دعا رد میکنه قضا الهی رو، تقدیر الهی رو تغییر میده. در بعضی از صحابی داره ولو کان مبرما، اگرچه آن تقدیر خدا محکم نوشته شده باشه، باز اگر دعا کنیم دعا قدرتش از همه بالاتره. از دعا سلاح الانبیا، اصلا سلاح انبیا وسیله پیروزیشون و دفاعشون از دشمنانشون دعا بوده. در اون روایت داره کان، درباره شأن امیرالمومنین علیه السلام،
کان رجل دعا علی علیه السلام، مرد بسیار دعا کننده ای بود، مدام خودش رو به خدا عرضه می کرد، نیازش رو به خدا عرضه می کرد، مدام احساس نیاز می کرد، که حقیقت بندگی همون دعاست، همون تضرعه، همون احساس نیاز کردن و ابراز و اظهار نیاز به محضر خداست. لذا در احادیث داریم الدعا مخ العباده، دعا اون مغز بندگیه. چرا؟ چون در دعا و درخواست کردن از خدا روحیه خضوع و خشوع و روحیه مسکنت به سمت خدا تجلی میکنه در انسان. دیدید انسان وقتی مادرش مریضه یا یک مریض بدحالی میره توی کما، چطور به انقطاع و ناامیدی میرسه از خودش و از دکترا، مخصوصا اون زمانی که دکترا جواب میکنن میگن دیگه از ما کاری بر نمیاد، اونجا میبینیم که دیگه طرف از همه جا ناامید شده، اما ته قلبش یک نوری روشن میشه که اون رحمت خداست، اون قدرت خداست که او رو دعوت میکنه به سمت یک نیروی برتر، برتر از همه دکترها و اونم خدای متعال. بعد اون موقع انسان با چه حالی رو زمین میشینه و با خدا صحبت میکنه، خدا رو قسم میده، نذر میکنه، توبه میکنه، به سمت خدا بر میگرده، این بهش میگن دعا و آداب دعا. دعای حقیقی، دعایی که در روایات اهل بیت علیهم السلام تعریف کردن، همچین دعایی، همچین درخواستیه. اون زمانی که انسان پشت در اتاق عمل عزیزترین شخصش رو میخوان عمل کنن و میگن 50-50، اون موقع انسان با چه حالی درخواست میکنه، اون موقع بهش میگن دعا، با حالت انقطاع و ناامیدی از دیگران، با حالت التجا و پناه بردن به خدا. اگر انسانی در روایت داره با حالت انقطاع از دیگران، یعنی از همه جا ناامید بشه و به درگاه خدا پناه ببره و از خدا درخواست کنه و زیاد تکرار کنه درخواستش رو و زیاد توسل کنه به خوبان عالم و قسم بده خدا رو به خوبان عالم، در روایت داره این دعا مستجابه، البته اگر مصلحتش باشه. خب بعضی موقع مصلحت نیست دعا مستجاب بشه، اون بحث دیگه نیست. پس آقا جان، ما برای این که بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم و بخواهیم که خدا مهدی زهرا رو ظاهر کنه برای ما و اذن قیامش رو صادر کنه برای همه شیعیان، تا این که خون سید و شهدا آروم بگیره که در اول عرایزم عرض کردم، خداوند می فرماید، امام حسین علیه السلام می فرماید پسرم علی لا یسکن دمی حتی یبعث الله مهدی، پسرم خون من آروم نمی گیرد مگر تا زمانی که خداوند مهدی ما را برانگیزد و اذن قیامش را صادر کند. و اگر ما می‌خواهیم که شریک بشیم و سهیم بشیم در انتقام و آرام گرفتن خون سید الشهدا،
آرام گرفتن حزن ناله زجه فاطمه زهرا، پس باید دست به دعا برداریم، انقدر دعا کنیم تا بدا حاصل بشه. تا خداوند اذن قیام رو صادر کنه. دست کم نباید بگیریم دعا کردن در درگاه خدا را. دعا اون چیزیه که شیطان نمیخواد انسان با او مأنوس بشه. دعا در ظاهر عمل آسونیه، یک عمل لسانیه، اما در واقع یک عمل بسیار سنگینیه، کار بسیار بزرگیه، یک کار بسیار سختیه که نفستو راضی کنی برای ظهور امام زمان زیاد دعا کنه. نزا در روایت داره افضل الجهاد انتظار الفرج، چون بسیار کار سختیه که صبح و شب برای ظهور آقا دعا کنی و منتظر آمدن آقا باشیم، منتظر آمدن منتقم سید الشهدا باشیم. بسیار کار سختیه. اینو دارم میگم که فکر نکنیم که آقا کار آسونیه. دعا یک عمل لسانیه، یک عمل زبانیه، در ظاهرش آسونه، اما از الان بهتون بگم که انجام دعا خودش توفیق من الله میخواد، که انشاءالله خدا به همه شیعان توفیق بده همه یک دل و یک صدا برای فرج مولا دعا کنن، برای ظهور منتقم سید شهدا دعا کنن، و این دعا کردن رو دست کم نگیرن. دارن برای بهترین فرد عالم دعا میکنن. چه کسی عزیزتر از مهدی فاطمه؟ چه کسی بهتر از مهدی امیرالمؤمنین؟ تنها یادگار رسول خدا روی زمین. دعای فرج در واقع یعنی دارید برای بهترین واقعه دنیا تلاش میکنید. چه واقعی از این بهتر؟ که امام زمان منتقم سید الشهدا ظهور کنن و بیاین و انتقام خون سید الشهدا رو بگیرن، که در روایت داره قتله کربلا زنده میشن، همه اون شامیان و کوفیان زنده میشن و حضرت با همشون می جنگه و انتقام میگیره، که انشالله انتقام گرفته میشه و خون سید الشهدا تسکین پیدا میکنه. چه کاری از این بالاتر؟ پس دست کم نگیریم دعای فرج رو در اوج روزه ها و گریه ها که قلب ها همه پاک شده، چون در روایت داره یک قطره اشک بر سید الشهدا گناهان انسان همش آمرزیده میشه. نا اعتقادشی است، احادیث متواترشی است. وقتی که داری گریه میکنی در واقع در اوج آداب دعا هستی، همه چی جمعه، استغفار رخ داده، تطهیر نفس رخ داده، رقت قلب رخ داده. در روایت داره یکی از آداب دعا اینه که قبل از دعا کردن سعی کن قبلش گریه کنی، قلبت رو بشکنی محضر خدا، چشمی اشکبار داشته باشی. خب حیف نیست، اوج روزه برای فرج منتقم سید الشهدا دعا نکنیم؟ اون سید الشهدایی که عرض کردم چند بار در منبر به پسرش فرمود در اون لحظه ای که از بدنش خون میرفت، ولدی علی لا یسکن الدمی
خون من حسین از جوشش نمی ایستد، ساکن نمی شود حتی یبعث الله مهدی. پس غنیمت بشمونیم، در اون حدیث هم داره اغتنموا دعا، دعا رو غنیمت بشمر وقتی که دلت شکست. لذا همه دوستان رفقا در روزه هایی که تو این دو ماه شرکت میکنن، حالا اگر مدعا خودش دعا کرد برای فرج اوج روزه، برای ظهور منتقم دعا کرد، کرد چه بهتر، اما نکرد خود شماها دعا کنید 5 مرتبه 14 مرتبه برای ظهورش دعا کنید. خب عصر 11 همه، خدا را قسم بدیم به اون لحظه‌ای که به اجبار و از روی قصد و غرض دستور صادر شد کاروان اسرا را از کنار قتلگاه سید الشهدا عبور بدن، که وقتی رسیدن اونجا بچه ها خودشون رو، سکینه خاتون و دیگران از زنها خودشون رو انداختن پایین از روی شترها و سمت بدن مطهر سید الشهدا رفتن، که نگم با چه جسارت و اهانتی این زن و بچه رو از اون بدن مطهر جدا کردن، که زینب کبری عرضه بدارد برادر به سوی شام کوفه ام، چه ظالما نمی برن نمی روم ولی مرا به تازیانه می برن. الهی به اون مصیبت زینب، الهی به دل مصر زینب، الهی به اون قلب بیقرار زینب. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام عليك يا ابو عبد الله، ولا الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، برادر رفتی و جا در این صحرا چه تنها مانده‌ام،
روز 11 ماه محرم، روزیه که امام زمان برای این مصیبت خون گریه میکنه، روزیه که اسارت عمه سادات شروع میشود، روزی که همه اهل حرم ابی عبدالله به اسارت میبرند. برادر رفتی و جامانده ام، در این صحرا چه تنها مانده ام، فدای ذکر یارب تو، ببین محرم نداره زینب، یه نگاه به دور و برش کرد عمه سادات، دید دیگه محرمی براش باقی نمونده، محرم زینب رسید وقت سواری، بر شتر من نه محملی نه اماری. داداش یادت اون روزی که رسیدیم کربلا، با چه جلال و جبروتی از محمل پیاده شدم، اما الان نگاه کن، صدا زد یا تو زجا خیز یا علی اکبر و عباس، یا که به دشمن بگو رود به کنار، بابا ناموز خدا دختر امیرالمؤمنین، مثل امروز دارن زوار محملا میکنن، این مخدرات و وقتی رسیدیم کربلا، عباس برا من پار کاب کرد، اما دادا جلال ببین شمرو سنان دارن زینب و زوار محمل میگونه، این همه راه دویدم ز پی دلدارم، به امیدی که در این دشت برادر دارم، یه وقت صدا زد داداش تو دعا کن به کنار بدنت جان بدم، خیلی حرف بزرگیه، اما یه سادات داره به ابی عبدالله خطاب میکنه، تو دعا کن به کنار بدنت جان بدم، فکر همراهی با شمر درد آزارم، داداش دالان نامحرمی سایه زینب دم ندیده بود، حالا ببین دارم با نامحرم هم سفر میشه، اسبها پای خود از سینه او برداری، من هم از این تن بی سر شده سهمی دارم، میگن این نالجیبا طوری برنامه ریزی کردن حرکت این اسرا از کنار قتلگاه باشه،
تصور کن زنا بچه یبی عبدالله با دست بستم از کنار گودال عبور شول بدن نگاه شور بیافته به این بدل پاره پارم یا با عبدالله خیز و لگزار که ما را به اسیری ببرد خیز و لگزار که ما را به اسیری ببرد من که از راهی بازار شدن بیزارم دادا من زینبتم داداش اگه بلند نشی خوارت و به زارت میبرن داداش اگه بلند نشی خوارت و بازار برد فروشا میبرن لحظه آخر یه وقت رو کرد زمت القمه صدا زن نگاه همه به القمه کجاست برادرم ببین دست به دست داره میگرد مجرم ببین دست به دست داره میگرد مجرم یا کفیل زینب پاجا ببین دارن چه میگلن با قاره عباس اگه بلند نشی ما رو بازار برد فروشا میبرن یا ابا عبدالله همان از اون ساعتی این مخدران تو بارد شام کردن از این محله به اون محله زینبا چه با بازار خدا رحم کنه چادر پاره با انزار خدا رحم کنه غیرت یا امروز باید بلند ناله بزن دست دنداخ یکی پرده محمل را کن جلوی چشم علمدار خدا رحم کند جگردن با این مخدر زینب و باردل بازار دو چشم فاطمه شد خون دختر علی در انظار چقدر شده جزا لحظای آخر روز یازدهم ماه محرم خیلی لحظای سختیه باید برای امام زمانمون دعا کنیم چون ما فقط میشنویم چه کردن ولی امام زمان ما به چشم میبینه دارن الان همه زادات و زوار محملا میکنن آقا جان سرت سلامت یا صاحب الزمان سرت سلامت بهترین لحظه است برای امام زمانمون دعا کنیم
با همین حال خوشت هر جا نشستی صدای منو میشنوید از ذاتو بیار بالا. باید برای امام زمانمون دعا کنیم، خدا صبر بده به امام زمانمون. آخه امام زمان برای این مصیبت خود گریه میکنم، مصیبت مصیبت سختیه، با همه مصیبت ها فرق دارم. اومد خدمت امام سجاد، آقا جان چرا اینقدر گریه و بیتابی میکنی؟ شهادت کرامت شما خاندانه. امام فرمود بله شهادت کرامت ما، ولی دیگه سابقه نداشت ناموز ما رو به ازارت ببره. آقا جانم یا صاحب زمان، غروب جمعه طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری، جگرم آب شد و از تو نیامد خبری. عاشقانی که مدام از فرجت میگفتن، عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری. هر جا نشستی دست گدایی تو بیار بالا، برای امام زمانمون دعا کنیم با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد كفياني، فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوف الغوف الغوف، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. الغو 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 الغو، أدركني أدركني أدركني. الساعة العجل العجل.
بمحمد وآله الطاهرين.